در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از معرفی شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر، انتقاد از برخی فشارها بر اهالی نمایش، تأیید خروج قاچاقی تابلوی مظفرالدین شاه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. معرفی شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر. طی حکمی از سوی معاون هنری وزیر ارشاد، اعضای شورای سیاستگذاری 41 جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. محمود سالاری، طی احکام جداگانه ایرج راد، مسعود دلخواه، بیژن نوباوه، غلامرضا منتظری، علی منتظری، محمود سالاری، کاظم نظری، تاج بخش فناییان، مینا باقری، حسین مسافر آستانه و کوروش زارعی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد منصوب کرده است. انتقاد از برخی فشارها در حوزه تئاتر. محمد میرعلی اکبری، مستندساز و کارگردان تئاتر، در آستانه اجرای نمایش تازه اش گفته که فشارها و اضطرابی مضاعف به گروه های نمایش تحمیل شده که کار کردن را برای آنها سخت کرده است. او درباره سختی های گروه های نمایشی توضیحاتی داده و گفته آنچه در دوره جدید آزاردهنده است این است که برخی اعضای شورای نظارت و ارزشیابی که شناخت چندانی از جامعه تئاتری ندارند درباره مسائل تخصصی مانند مسائل فنی، نگارش متن یا تکنیک های اجرایی نظر کارشناسی می دهند. حال آنکه این اشخاص تخصص لازم را ندارند و قرار است کارها را از دیدگاه مسائل ارزشی و خط قرمزها بررسی کنند. تجربه بعضی از ما به اندازه سن این دوستان است و توقع می رود به تجربیاتی که در این همه سال از سر گذرانده ایم احترام بگذارند. تأیید خروج قاچاقی تابلوی مظفرالدین شاه. پس از انتشار عکسهایی از تابلوی فروش رفته پورتری مظفرالدین شاه قاجار در حراجی کریستیز بریتانیا و جای خالی این تابلو بر دیوارهای کاخ گلستان تهران و اظهار بی اطلاعی از وجود چنین تابلویی از سوی مسئولان کاخ، در نهایت مرتضی ادیب‌زاده مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی تایید کرد که تابلوی پورتری مظفرالدین شاه در فاصله سالهای 1317 تا 1361 از کاخ گلستان خارج شده و بعدها قاچاقی به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است. ماجرای لغو کنسرت در اهواز. 30 تیر ماه سیروان خسروی، خواننده موسیقی پاپ، با انتشار پستی در اینستاگرام از لغو دو اجرای خود در سالن سینما هلال اهواز خبر داد و در ادامه هم گروه برگزار کننده اجرای سهراب پاکزاد از لغو کنسرت های او در همان سالن خبر دادند. مدیر کل ارشاد اهواز از لغو برگزاری این کنسرت ها که مجوز رسمی برای آنها صادر شده بود ابراز ناراحتی کرد و پس از آن معاونان هنری و حقوقی ارشاد هم در اظهارات جداگانه تأکید کردند که مجوز کنسرت ها از سوی ادارات کل ارشاد اسلامی استان ها مبنی بر قانون و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و موافقت دستگاه های زیربط صادر می شود و در نتیجه دلیلی برای لغو کنسرت ها باقی نمی ماند. محمود سالاری، معاون هنری وزیر ارشاد نیز طی تماسی با سیروان خسروی، خواننده پاپ کشورمان، از او بابت برگزار نشدن کنسرتش دلجویی کرد. فروش 2 میلیون دلاری کتاب شکسپیر. نسخه 400 ساله اولین مجموعه از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر از جمله مکبث و شب 12 در حراج ساتبیز به فروش رفت. نسخه اصلی کتاب فولیوی 1 که اغلب از آن به عنوان مهمترین کتاب در ادبیات انگلیسی یاد می شود در حراجی ساتبیز نیویورک به قیمت بیش از 2 میلیون دلار به یک مجموعه دار خصوصی فروخته شد. کتاب فولیوی 1 که تقریباً 400 سال پیش چاپ شده شامل 36 نمایشنامه از ویلیام شکسپیر است و تنها 750 نسخه از آن منتشر شده که 220 نسخه از آن باقی مانده و 20 نسخه از آن در دست مجموعه داران خصوصی است. درگذشت حبیب الله صادقی. حبیب الله صادقی، نقاش و هنرمند پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی، صبح چهارشنبه 5 مرداد در سن 65 سالگی دار فانی را وداع گفت. او در عرصه های نگارگری، گرافیک، کاریکاتور و روزنامه‌نگاری فعالیت داشت. در دوره ای رئیس موزه هنرهای معاصر بود
و عضویت در فرهنگستان هنر را نیز در کارنامه داشت.